خبر فوری. سلام، من که نگفتم بفرمایی. آخه یه خبر فوری به دستمون رسیده. حش بزن اگه گفتی. وسط بازی بودم، من چه میدونم، بازیم خراب شد. خیلی مهمه. آقا کلاغه گفته. خب حالا چی شده؟ نشنیدی؟ نه زودتر بگو دیگه. یه خانوم دورنای پیر اطلاعی داده که میخواد به دیدار تو بیاد. من؟ اینجا؟ برای چی؟ لابد لازمه شده دیگه. ناراحت نشو، حالا شایدم نیاد. چرا نیاد؟ شاید لازمش بشه دیگه. تو هم با این لازم لازمت، اگه اطلاعی داده میاد. ولی برای چی؟ باید همه چیزو مرتب کنیم. شما از کی این خبر رو شنیدی؟ معلومه از آقا کلاغه. ما که باشتا باشم نداریم. خوشا داره اما فایدهش چیه؟ به جای این حرفا بهتره به من کمک کنی. آره خانمای محسن همه جا رو با دقت نگاه میکنه. وای بیچاره شدیم. وای خودش. چرا؟ چون زنگ زد. سلام. سلام. سلام، خیلی خوش اومدی. علیک السلام، ممنونم. شما باید کوشا جان باشید و شما هم قرمزه. پس اون دوستتون کجا رفت؟ دوستم که اینطور اونجا چی کار میکنی؟ له نکنی ما رو. بذار خودم بگم. بعد از گردگیری دست ما رو انداختی زیر میز و رفتی. وقتی که من نشستم اونو دیدی و خواستی سریع اونو برداری، اما من متوجه شدم و اونجا گیر افتادی شیطون. درسته؟ هورا چقدر باهوش، عالی بود. من هیچ وقت نمیتونم با این سرعت حرف بزنم. دیگه بسه، بریم سر اصل مطلب. شما حتما اطلاعیه منو دیدی. بله، شما نوشته بودین که میخواین منو ببینین اما نگفته بودین چرا. پس درست گفتم که شما کوشا هستی. بله خودم هستم. اینام دوستای من سبزه و قرمزه هستن. چقدر جوونی. مگه شما پیری؟ فقط میخواستم بدونم چند سالشه. نباید از خانم حسین نشود و پرسی. آره یادم نبود، پدر بزرگ گفته بودا. داشتم میگفتم، منم از پرندگان مهاجری هستم که به ایران سر میزنن. هر سال ما از سیبری تا دشت پریشان پرواز میکنیم و پاییز و زمستون و مهمون شما هستیم و بعد برمیگردیم. امسال تصمیم گرفتم که توی این مهاجرت خودم یک مجموعه داستان از ملل کشورهایی که به اونا مهاجرت میکنم بنویسم. راستش از یکی از دوستانم خوی سفید شنیدم که شما پسر بسیار کوشا و پژوهشگری هستی. برای همین آدرس تو گرفتم بیام پیش تو ازت چند تا داستان اصیل ایرانی را بپرسم. چای جبه با داستانه بزبز قندی، حسن کشن، چوپار دروخو، گیس گرابتون، چهل گیس، ماپیشینی و ده شلم روز آشنا شدن. Yeah.
جای مکر یادشون رفت. چیزی گفتی؟ نه چیزی نگفتم. میخواستم بگم چیزی میخوریم براتون بیارم. اگه یه سوپ از برگ و دانه گیاهان باشه میل دارم. بله البته. چشم چشم. منم میام کمکت. منم الان برمیگردم. وای خسته شدم. دوست خوبم کمکم کن. وضعیت دشوار. یه خانم دورنا اینجاست که هی حرف میزنه. نه ترس، خودش زود خسته میشه. فکر نکنم. اصلا دورنا چه جور پرنده ایه؟ همونطور که خودت دیدی یه پرنده مهاجره که از سیبری به ایران میاد برای رفتن به یه جای گرم. چون توی خونه گرمه اومده اینجا. نه، اونا بیشتر در مناطق باتلاقی، تالاپا و کنار کشتارها زندگی میکنن. اما خانم دورنا به خاطر جمع‌آوری قصه های ملل مختلف از جمله قصه های ایرانی پیش شما اومده. یه قصه هایی بلد بود که من نمیدونستم. آخه سن زیاده. دورناها عمر طولانی دارن. دورنای سیبری تا حدود 60 سال هم زندگی میکنه. میخواد 60 سال اینجا بمونه؟ بمونه، اما کمتر داستان تعریف کنه. دورناها به پرگویی معروفن. دیگه به چی معروفن؟ احتیاط، پاکی، پرواز بلند، طول عمر، فضولی، کنجکاوی و مراقبت. وای حالا من چی کار کنم؟ آماده شد؟ نه هنوز کار داره. راهش فقط اومدن پدر بزرگه. گلا رو که آب بدم بقیه داستانو براتون میگم. بو. و داستان ها بیشتر از مهاجرت دورنا ها یاد شده. بدبخت شد. سلام. سلام پدر بزرگ. مهمون داریم. چه عالی، مهمون حبیب خداست. سلام، چهره شما چقدر برای من آشناست. سلام، من پدر بزرگ کوشا هستم. خیلی خوش اومدین. بفرمایید بفرمایید. ممنونم. بله، تمام این داستانا رو میخوام برای بچه هام و نوه هام تعریف کنم تا اونا برای بچه هاشون تعریف کنن. بسیار کار خوبی میکنی. بله، به این ترتیب این داستان ها و افسانه ها زنده میمونه. راستی شما تا به حال به هیچ دورنایی برخورد کردید؟ بله، من سالها قبل که جوان بودم یه بار مسافرت رفته بودم به استان فارس توی دشت پریشان. اتفاقا من استان فارس رو خیلی خوب میشناسم. آخه مهمترین و بهترین زیستگاه برای ما دورنا هاست. گرچه بعضی وقتا هم توی استان خوزستان ساکن میشیم. بله میفرمودید. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا تنهایی؟ من گم شدم. گم شدی؟ منظورت چیه گم شدی؟ یعنی پدر مادرم و خواهر برادرم نیستن، رفتن. آخه چطور ممکنه؟ خودم هم نمیدونن، رفتن دیگه. حتما منو دوست نداشتن. بیا ببینم این چه حرفیه. فکر کنم گرسنه باشی. چیزی میخوری؟ دلم میخواد یه مارمولک بخورم. مگه میتونی؟ البته که میتونم. مارمولک تازه کوچیکش، من میتونم قورباغه، مار، حتی موشم بخورم. با کمی میوه چطوری؟ اونم عالیه، میخورم. این داستان چقدر برام آشناست. اینقدر میوه خورد که نتونست پرواز کنه. بعد چی کار کردید پدر بزرگ؟ بعد من ازش پرسیدم چرا از خانوادت جا موندی. ما مسیر زیادی رو پرواز کرده بودیم، حدود 8000 کیلومتر. منم خسته شدم. اینجا که رسیدیم میخواستم بازی کنم، اما چی؟ مامانم مخالف بود. خب منم اومدم اینجا بازی کنم که خوابم برد. که اینطور؟ حالا هم که تنها موندم. نه ترس، من همراهتم. ببینم تو مسیر مهاجرت خانوادتو بلدی؟ آره بلدم. از موتور سواری که نمیترسی؟ نه که نمیترسم. پس کمربندتو سفت ببند. بعدش چی شد؟ اون دورنا روی موتور خیلی خوشحال بود، میخندید و همه جا رو نگاه میکرد. چه جالب، این قصه برای من خیلی آشناست، درست مثل چهره خودتون. چند تا عکس از اون دورنا دارم، میخوای ببینی؟ البته. این عکس ها رو قبل از این که بریم دنبال خانوادش گرفتیم. این عکس همون دورناست؟ بله، البته میدونم عکس قدیمیه. من این دورنا رو میشناسم. خودش یه پر پاشتا باشنه.
آه پدر بزرگ، زمان چقدر زود میگذره، انگار همین دیروز. چی؟ من گفتم چهره شما برای من آشناست. و داستان؟ و داستانی که تعریف کردید و حتی این عکس. و این عکس که بایستی به شما بگم که من همون دورنا هستم که حالا دوباره شما رو دیدم. جدی میگید خانم دورنا؟ همینطوره، شما منو سالم به خانوادم رسوندید، در حالی که بسیاری از مردم با شکار ما دورناها باعث کم شدن نسل ما شدن. شما به من خیلی لطف داشتید. ماجرای جدید شروع شد. اختیار دارید، هر آدمی بایستی به پرنده های مهاجر کمک کنه. حق با شماست، ما سالی یک بار به ایران میاییم و مهمان شما هستیم. شما ایرانی هم که به مهمان نوازی شهره هستی، به همین خاطر نمیفهمم چرا ما رو سیب میکنید. منم با شما موافقم. من بعد از این که به خانوادم رسیدم تا به امروز همه سال آرزو میکردم که ای کاش شما رو ببینم، که حالا این شانس رو به دست آوردم. یعنی بازم گم شدی؟ نه قرمزه، من برای یه قصه ملل اومدم که با قصه خودم روبرو شدم. شما میتونین اون عکس رو با خودتون ببرید. سبز، اون عکس آلبوم پدر بزرگه. اگه عکس رو ببره دیگه نمیاد، اما اگه نبره هر سال میاد. وای منم موافقم. منم همینطور. اگه دلتون میخواد اونو داشته باشید، از نظر من هیچ اشکالی نداره. راستی تیزپر کجاست؟ یادش به خیر اون روزا. پرواز کن تیزپر، بالا بالاتر، از ابرها بالاتر. برو. نه پدر بزرگ، بهتره این عکس همینجا بمونه. منم هر بار که اومدم به ایران برای دیدن شما و این عکس سری به شما میزنم. دست شما درد نکنه، من دیگه باید برم. خوش اومدی. اوه چه پرواز قشنگی. آره کاش همیشه تو این حالت میدیدمش. البته داستانش هم قشنگ. اصلا نگران نباشید، من هستم و همه داستانا رو از حفظم. نه نه بله.